همکیشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نسخ، شالوم. این شبات اول ماه نیسانه. امیدوارم که ماه نیسان روش خودش توف و مورخ ماهی خواهد بود که هم برای همگی ما خیر و سلامتی و خوبی خواهد آورد و ماه نیسان اول گاه شماری سالهای قمری ماست، ماهای قمری ماست در حقیقت. چرا؟ فروردین در تقویم فارسی هم شروع ماه شماری است هم شروع ساله، ولی ماه نیسان اول فقط ماه شماری ماست. نیسان، ایار، سیوان، همینطور میره تا 12 ماه تموم میشه و ماه هفتم، ماه تشری، اول تغییر سال شمسیه. بنابراین هم ماه‌های قمری است، ولی نیسان یک وجهه و یک معنی مشخصی داره که متفاوته. ماه نیسان در تاریخ ما، در تاریخ گذشته ما و امروز خیلی مهمه. ماه نیسان ماه آزادی است، ماهی است که ملت اسرائیل از مصر آزاد شد و 15 این ماه ما میبینیم همگی در کنار هم مینشینیم و عید پسخ رو که یاد بوده و یادگار آزادی ملت اسرائیل از مصر جشن میگیریم. اما ماه نیسان یک ویژگی دیگری هم دارد و آن این که اول ماه نیسان بعد از اینکه خداوند به موشه فرمود قدسی بسازید، یعنی یک سراپرده مقدسی که در اینجا جلال الهی به موشه ربنو آشکار میشد و به او اوامر خود را میفرمود. این قدس در بیابان ساخته شد و سپس الگویی شد برای بیت میقداش اول و دوم. ولی وقتی که فرمان میدهد خداوند میگوید و اصول میقداش و شخنتی به تو خم، یعنی به ملت بگو همه تشجی که مسایی میکنن جای مقدس رو همه بایستی شریک بشود، به صورتی قدسی بسازید که من در میان شما آشکار شوم. در میان شما مثل جایگاهی که خداوند میفرماید فقط یک جایگاه فیزیکی مثل مشکان نبود، مثل بیت المقدس نبود، بلکه هدف انسان بود. به تو خم، در بین شما، در میان شما، در قلب مغز شما. کی خداوند میتواند به ما الهام ببخشه، احساس حضور او رو بکنیم؟ وقتی که این قلب، وقتی که این مغز، وقتی که افکار ما، اعمال ما، اعمال درست و صحیح خواهند بود، اون وقتی که ما جلال الهی رو احساس میکنیم. اگر تمام اعمالی که انجام میدیم، روابط انسانی ما با همسر، با فرزندان، با خانواده، با اجتماع، با انسانهای دیگر به صورت درست و صحیح باشه، این همیشه این احساس حضور و اینکه خداوند ما رو به راه درست داره هدایت میکنه در ما هست. امیدوارم که این ماه، ماه آزادی، ماهی باشه که ما درون رو از همه بدیها، پلیدیها، ناپاکیها، افکار بد پاک بکنیم و این نور جلال الهی را همیشه در خود احساس بنماییم. بعد از این مقدمه مایلم ادامه بدهم به فعالیت هایی که گاونیم در عصر گاونیم که عرض کردم از قرن ششم تا قرن یازدهم، این علمایی که علمای سورا و پومدیتا دوی شیوای بسیار عظیم بابل بودند، فعالیت اینها بعد از خاتمه نوشتن تلمود و ویراستاری آن باعث شد که تلمود تبدیل بشه به کتاب در حقیقت اساسی ملت یهود در همه جا، نه تنها در آن زمان تا به امروز،
که منشأ هلاخا یعنی قوانین رفتاری ملت اسرائیل در تمام دنیا شد. این کاری است بود که گاونیم، یعنی اونهایی که لقب اونها گاون بود و فعالیت میکردن در بابل، بعد از خاتمه تلمود این تلمود تبدیل به یک منشأ اصلی شد، کتاب اصلی یهودیت شد، یک انسیکلوپدیایی که میبینیم تمام یهودیت در آن، تمام فرهنگ و تمدن ما و دین ما، آیین ما، هلاخای ما در این کتاب جمع شده. و این کتاب گسترده احتیاج مطالب زیادی که در آن بود و طریق نگارش آن میبایستی بود کسی که اون رو میخونه بایستی برای یاد بفهمه. مشکلی که وجود داشت این بود که کتاب تلمود به زبان آرامی، زبان مردم بابل بود و به عبری و به آرامی نوشته شده بود. رابهای گاون، یعنی آخرین گاونی که در حقیقت بعد از او میبینیم یک حالت نشستی، یک حالتی که دیگر اون مرکزیت رو سورا و پومدیتا، این یشیواهای بزرگ، علمای دیگری بر نخواستن در ردیف رابهای و پدرش رب شیریرا یا سایر گاونیم، دیگر اون اهمیت مرکزیت خودش رو کم کم از دست میده. درسته تا قرن 15 هم این یشیوه ها برپاست، رب تخیا یکی از این جهانگردان یهودی صحبت میکنه که در بغداد هنوز این یشیوه ها در یشیوه های دیگر وجود دارن، ولی اون اهمیت اولی دوره گاونیم رو نداشتن. چرا؟ به خاطر که مراکز دیگری در اسپانیا، در آفریقای شمالی که تونس و مراکش و الجزیره باشن برپا شده بود. و کاری که رابهای کرد، رابهای این بود که هزارها دانش آموزی که از همه نقاط یهودی اومده بودن اونجا و سالها در اون یشیوه ها بودن، طریق یاد گرفتن تلمود رو و تفاسیر اون را به اونها یاد داده بود که چگونه هلاخا یعنی قانون را از این بحث ها بیارن بیرون، و اونها را فرستاده بود به کجا؟ به کشورهای خودشون، حتی از فرانسه. بنابراین اینها دیگه احتیاجی نداشتن که دست به دامن گاونیم بابل بشوند، بلکه یاد گرفته بودن چگونه هلاخا را جواب سوال های مردم را بدهند. و چرا برای سایر نقاط یهودی نشین تلمود یک کتاب محرموم شده بود؟ یک، به خاطر اینکه زبانش همانطور که خدمتتون عرض کردم زبان آرامی بود. روحان در یک گفته می نویسد، در یک جایی می نویسد که ببینید کلام تلمود را حتی کودکان و زنان ما هم میفهمند. چرا؟ که برای که هنوز در زمان نوشتن تلمود گاونیم زبان مردم زبان آرامی بود، برای اونها مسئله ای نبود. فقط مسئله ای که وجود داشت بعضی از ترمینولوژی ها، یعنی لغت های بود که ممکنه خواننده ندونه چی هست و احتیاج به توضیح داشت، احتیاج به معنی داشت. و بعضی از مسائل تلمودی، خود دومین مسئله که بود، بحث های تلمودی بحث های بسیار پیچیده ای بودند و کسانی که نمیدونستن چطور اون رو تفسیر بکنن نمیدونستن به هلاخا برسن. و این مسئله دوم آن بود. فراموش نشه که تلمود رو به صورت تکست، به صورت فقط نسخه های نوشته فرستاده بودن. هیچ امروز تلمود ما که باز بکنید، حاشیه هاش رو تماشا بکنید، پر از چیه؟ پر از تفسیر هاست که بفهمیم تکست اصلی رو. ولی در زمان قدیم نه راشی بود، نه توصفات بود، نه ربنو نیسیم بود و تمام تفاسیری که با قرنها بعد به وجود میاد نبود. و مردم سخت بود برای اونها که بفهمن که منظور این بحث ها چیه، چگونه از بحث ها این رو در بیارن. به یکی از مثال هایی که هست اینه که در شهر کوردوبا، شهر کوردوبا در اسپانیا، یک کنیسای بزرگی بود
که مردم جمع شدن و رابی به نام رابناتان به اونها تلمود را میداد. و روزی یک راوی که از بابل اومده بود و گذرش به اونجا افتاده بود و نمیشناختنش، در اونجا نشسته بود و رابناتان یک مسئله ای را مطرح میسازه که نمیتونه به صورت درست اون را تفسیر بکنه. اون راو اون را تفسیر میکنه. حالا به خاطر اینکه بدونیم اون راو کی بود، من احتیاج داریم که یک گذری به اینکه چگونه بعد از بابل مرکزهایی به وجود بیان که این مرکزها دیگه احتیاج به بابل نداشتن و در آن علمای بسیار بزرگ و ارزنده‌ای که در طول تاریخ اسمای اونها هم هست و کارهایی که کردن و ادامه دهنده راه گاونین بودن در اونجا ببینید به وجود اومدن. گاونین خیلی سعی کردم، فکر نکنید گاونین نه تنها تکس ها رو فرستادن بلکه تمام سوال هایی که می اومد این سوال ها برای فهم مطالب تلمودی و برای فهم هلاخا بود و گاونیم هزارها بلکه بیشتر این تشووت یعنی جوابی ها را نوشتن که اینا خودش تفاسیره و متاسفانه بعضی از تفاسیری که خود گاونیم مثلا رابهای راجع به چند رساله تلمود خود تفسیر نوشته بود که قابل فهم برای اونهایی که نمیفهمند تکست تلمودی رو باشه، ولی از اون چیزی باقی نمونده به جا چند صفحه‌ای که ما میدونیم پس این همه‌شو نوشته بوده چند این رساله رو. و فراموش نشه که تمام این جوابی ها هیچ وقت دور انداخته نشده، بلکه علمایی که در اسپانیا بودن، علمایی که در فرانسه بودن، همه اینها را در تفاسیری که روی تلمود نوشتن ضبط شده. توسفوت که بعد از راشی نوشته شده، بسیاری بعد از اینکه ما تمام جوابی ها را در گنیزا در گنجینه هایی که بعداً پیدا شد پیدا میکنیم، میبینیم همش در اونجا منعکس شده. حال برمیگردم به اینکه چگونه این مراکز پیدا شدن. یک تاریخ نگاری است به نام رب ابراهام ابن داوود. این ابراهام ابن داوود یک قرن یعنی یک نسل پیش از هارمبام زندگی میکرد. رموش بن منیون فیلسوف بسیار بزرگ، او فقط تاریخ نگار و نویسنده نبود بلکه خودش یک فیلسوف بود. کتابی نوشته به نام امونا راما یعنی ایمان متعال. در این کتاب سعی کرده درست مثل هارمبام که سعی میکنه موره نبوخیم رو، یک کتاب فلسفی است، اونم در همین زمینه ها نوشته ولی خب اون زیاد شناخته شده نیست. اون کتابی داره به نام سفر حقبالا. سفر حقبالا یعنی کتاب قبالا. قبالا نیست، در اون قبالا نمیشه. در تاریخ چگونه به وجود اومدن مرکزهای آموزشی و یشیوه های بزرگ رو بعد از گاونیم نوشته. او یک می نویسه که در زمان یکی از پادشاهان کردوا به نام عبدالرحمن ابن نصر که از سال 1912 تا 961 حکمرانی میکرده در این شهر، در این زمان اون رئیس ناوگان خودش رو میرسه، یک ناوگان خیلی معظم داشته، میرسه که برن تمام ناوگان مسیحیان رو در کنار دریایی که نزدیک کردوا بوده و بعدا این آقا این رئیس ناوگان کم کم بیاد نزدیک دریای که نزدیک اسرائیل بوده، بعدا وارد دریای یونان میشه نوشته. و در اینجا یک کشتی رو اینها میگیرن. این کشتی رو در این کشتی عده‌ای بودن و گم عده‌ای بودن و همه اونها رو به اسیری میگیرن. وقتی به اسیری میگرفتن در اون زمان اینها رو به بردگی میفروختن. در بین این برده ها چهار نفر بودن، چهار عالم یهودی که مشغول مسافرت بودند. یکی از اونها اسمش ربنو خوشیل، پدر ربنو خلالل بود. ربنو خوشیل پدر ربنو خلالل خدمت رو به عرض خواهم کرد که ربنو خلالل هم یکی از علمای بزرگ بود. این یک. دومین عالمی که اسم میبره رب موشه و پسرش ربی خنوخ و همسر ربی موشه. و سومی نامش ربی شمریاهو بوده، پسر الخنان. و چهارمی را اسم نمیبره،
ابراهام بن داوود، چهارمی رو اصلا اسمش ما نمیدونیم کی بود. حالا تعریف میکنه، میگه که اینها نشون نمیدن که چه شخصیت های علمی دارن. یکی از اونها رو که ربی خوشیل بوده در سواحل آفریقا میگه پیاده میفروشه. یهودیانی که در اون زبان زندگی میکردن همیشه میرفتن تو بازار بردگان و هر یهودی بود پیدیون شفوئیم بهش میگفتن، پول داشتن و یهودی ها رو آزاد میکردن، میخریدن اونها رو با آزادشون میکردن، نه به عنوان برده، ولی اونها رو نمیذاشتن دیگران اونها رو بخرن. اون ربن شمریاهو رو عرض کردم، ربن شمریاهو رو در شهر اسکندریه میفروشه، یهودی ها خلاصش میکنن، این میره دو فستاد. فستاد یک شهری بوده، شهر قدیمی قاهره است، در اونجا یک شیوای بزرگ عظیم برای آموزش دیگران برپا میکنه. این اولی. دومی رو ربن خوشیل رو که گفتم، شمریاهو رو در اسکندریه، خوشیل رو در سوار آفریقا. سوار آفریقا که میگیم شامل تونس، مراکش، الجزیره، اینها رو میگن آفریقای شمالی. و جالب اینجاست، یک شهری که به نام کیروان معروف بود، این شهر یک شهر مسلمان نشین بود و در آن یهودی ها زندگی میکردن و در اون یه شیوای عظیمی وجود داشت و ربن خوشیل میره بر رئیس یه شیوای اونجا میشه و میبینیم از این یه شیوا ربن خنالل پسرش، ربن نیسیم گاون، اینها کسایی بودن که توی عمق تلمود فرو میرفتن و اینها کسایی بودن که اثرات بسیار مهمی در تفاسیر قوانین تلمودی برای ما به جای گذاشتن. کیروان یک شهر بسیار معظمی بود و متاسفانه در طول زبان الموحدین، یعنی قبایل مختلفی که در شمال آفریقا زندگی که بربرها بودن، الموحدین یک فرقه اسلامی بود که بسیار متعصب بودن و اومدن شهر را از بین بردن و مردم رو آواره کردن. در کنار اون تونس بود، یعنی شهر تونس ساخته شد، کار نداریم. این دومی. و سومی ربوشه است، ربوشه و پسرش خنوخ. خیلی جالبه وقتی که اینها رو رئیس ناوگان عبدالرحمن به نصر میگیره، زن ربوشه خیلی خوشگل بوده، زیبا بوده و این ناخدا قصد تجاوز به او رو داشته و این زن از شوهر میپرسد آیا اگر من خودم رو در دریا بیندازم در دنیای باقی سهمی خواهم داشت؟ شوهر بدبخت میگاره و زن خودکشی میکنه که به دست این مرد نیفته، خودشو تو دریا میندازه. ربوشه میاد در کوردوبا و وارد اون کلیسایی که میشه، لباس جنده، اون یهودی کجا میره؟ اولین جایی که بخواد یهودیان دیگر رو پیدا بکنه تو این کلیسا. تو اون کلیسا است که رب ناتان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، داشته تلمود دست میداده و به یک جا میرسه که راجع به کارهایی که کوهن گادول در روز پوریم میکنه، در روز کیپور میکنه. کوهن گادول کسی بود که در روز مقدس کیپور میبایستی قربانی ها تقدیم بکنه و لباس های خودش رو عوض میکرد، غسل میکرد. و یک جایی که میرسه میگه الکل هزاعت ویلا، یعنی جایی بود که وقتی که قربانی رو، خونش رو بیوردن، این کوهن گادول میباسه بود این خون رو بیافشانه به پاروخت، کار نداری. و این رو ناتان میگوید این هفت بار بایستی این رو چیکار بکنه؟ بیافشانه. میگه که کل هزا، میگه هر دفعه که بشه تویلا بایستی چیکار بکنه؟ بایستی بره غسل بکنه. میبونه اینجا، نمیدونه چطوره، معنی این یعنی چی.
رب باشه که اونجا بوده بهش میگه که ببینم کوهن گادول ما میدونیم در عرض این تمام روز کیپور فقط 5 دفعه قرص میکرد، چطور ممکنه که بجز اون 5 دفعه هر دفعه که یه خورده خون را میپاشه بایستی بره قرص بکنه، میشه 7 دفعه، خیلی بیشتر میشه از این چند دفعه که بایستی بکنه. بنابراین نتن میپرسه پس معنیش چیه؟ میگه که تویلا میدون یعنی چی؟ یعنی هر دفعه که انگشتش رو توی خون میزده، تویلا قوس، یعنی تو فرو بردن تو هیچ چیزی، بنابراین نبایست قوس بکنه. چند تا سوال دیگه از رب موشه، چیزهای سختی که نمیفهمیدن میکنه، میبینه همش خوب جواب میده. رب نتن آدم صدیق و پارسایی بوده، بلند میشه به تمام اون دانشجوها و آدمایی که هر روز میومدن میگه ببین از این لحظه به بعد من و شماها شاگرد این آقا هستیم. رب موشه در اونجا یک یشیوای خیلی بزرگ برپا میکنه، ببینیم تو کردوا خیلی علمای زیادی در اینجا تربیت میشن. ولی یک مسئله اینجا هست، این داستان مورد داستانی که تو سفر قباله هست مورد بحث، تحقیق و انتقاد قرار گرفته. بلکه چطور ممکنه در وقتی که عبدالرحمن اونجاست، یعنی در قرن دهم، قبل از در دهم یعنی هیچ آموزش تلمودی نبوده؟ بوده، 100% بوده در اونجا، ولی نه به سطح بالا. ببینیم این علمایی که از بیرون از شهرهای اسپانیا و شمال آفریقا میان، اینها هستن که ببینم مردم رو، یعنی این مراکز رو، یهودیانی که در اینجا زندگی میکردن دیگه وابسته به بابل نمیکنن. ولی ببینیم کارهایی که گانیم بابل میکنن، یعنی تلمود رو تبدیلش میکنن به یک کتاب اصل و منشأ برای تمام یهودی ها. حالا مسئله این بود، ما احتیاج داریم که قوانینی که توی تلمود هستن به صورت خیلی خلاصه و به صورت درست بعد از تجزیه و تحلیل ها بحث های تلمودی به مردم ارائه داده بشه، همه بفهمن. به خاطر این بود که عرض کردم شیلتون در آخا که قرن 7 و 8 او شروع میکنه قوانین رو بیرون آوردن، ولی کمه. رب یهودایی کار دیگری میکنه، چند علمای دیگر هستن، ولی این کامل نیست و بایستی شخصیت هایی پیدا بشوند که بتونن این قوانین رو در بیارن. اولین کسی که این کار رو میکنه به نام ریف رب یسحاق الفاسی است. ربی اسحاق الفاسی در سال 1313 در الجزیره به دنیا میاد و بعدا به شهر فاس میره. در این شهر ابتدای آموزش و 75 سال از اونجا به اسپانیا میره و در اونجا شروع میکنه تمام قوانینی که توی تلمود هستن به صورت درست اینها را در کتاب هلاخوت، بذارم کتاب هلاخوت یا تلمود کاتان، اینها را جمع آوری میکنه. راجع به این مفصلا در بحث های آینده صحبت خواهد شد. امیدوارم شبات بسیار خوب، ماه بسیار پربار در جلو خواهید داشت. شبات شالوم و روش خودش توف.